و اما قسمت دوربین ما اسلحه ما، یعنی زنان رسما دارن با یه دوربین ساده انقلاب میکنن علیه تمام ظلمایی که این سالها بهشون پشت پرده یواشکی پنهانی هیس صداش در نیارید روا داشته شده، ولی حالا با یه دوربین یک زن ایرانی میتونه حق خودش رو خودش پس بگیره. بفرمایید بگین برای چی من رو باید بلند کنم؟ چون با این وضعیت اومده بیرون. وضعیتم مگه چیه؟ بی حیاییه، بی شرم. بدون روسری بی حیا، ولی تو کلاس قرآن ترتیب بچه‌هاتون رو میدن، اونجا حاج آقا سعید طوسی بی حیایی نمی‌کنه. تو دبیر خب به منم کار نداشته باش. به منم کار نداشته باش. من خانواده ندارم. چی میگی حالا؟ خانواده من ندارم. چی میگی؟ شرم و حیا خوب. شرم و حیا برو به آقای سعید طوسی درس بده. خب به منم کار نداشته باش وقتی به اون کار نداری. شما مرد نداری؟ نه ندارم. مثلا تو این مملکت مرد نمی‌بینم. در کنار زنانی که خودش دارن حقشون رو پس میگیرن، چه راجع به حق انتخاب پوشش، چه ورود به استادیوم ها یا هر چیزی، بعضی از زنان هم هستن که میشینن یه گوشه چشمشون به اینه که مسئولان جمهوری اسلامی بهشون زنگ بزنن بگن خانم روشن وقت داری یه توک پا بیای استادیوم ورزشی؟ آخه فیفا بدجوری به ما فشار آورده، ممکنه ما رو تحریم بکنه، گفته اگه 4 تا زن سفارشی رو وارد استادیوم نکنیم اوضاعمون پس مرکه است. هفته قبل این خانم هنرپیشه، سلبریتی، نفیسه روشن و چندین خانم دستچین شده پا شدن رفتن توی استادیوم و اینجوری فخر فروختن. خیلی خوشحالم که ورزشگاه آزادی هستم، چون آزادی برای همه بانوان سرزمینم برای یعنی کتکش رو زنان و شهروندان عادی میخورن، تحقیر و ریش و بازداشت و عشق نصیب این زنان شجاعه. من یک زنم، حقمه که میام ورزشگاه. سلام مسی، اینجا در ورزشگاه آزادی رامون نمیدن. بعد یه عالمه پلیس اینجا ساعت هم میگن حجابتون رو درست کنید. اینم جمعیت. اما بعد از این همه سال کسایی که برای ورود به ورزشگاه جنگیدن میرن کنار، ولی استادیوم ورزشی میشه سهم نور چشمیا که برن نمایش دروغین برای جمهوری اسلامی بازی کنن. حالا بعدش چی میشه؟ بازوهای حمایتی جمهوری اسلامی خارج کشور، همونایی که به ما میگن به دنیا یه وقت نگید تو ایران استادیوم ممنوعه، نگید رقص ممنوعه، نگید آواز ممنوعه، نگید مو ممنوعه، نگید ساز ممنوعه، نگید شادی ممنوعه، آبرومون میره. حالا همون آدما راه افتادن رفتن تو رسانه‌های غربی رو پر کردن که بیاید ببینید جمهوری اسلامی چه رفعت اسلامی به خرج داده، در استادیوم رو باز کرده به روزانا. ای دروغگو. والا تا دیروز میگفتن فشار بین‌المللی بده، من چی دارم هرس میخورم. حالا که به خاطر فشار فیفا در به روی بعضی از زنان نورچشمی باز شده، همونا رفتن به اسم اعتدال جمهوری اسلامی دارن خرج میکنن. حالا همزمان که یاران خارج نشین جمهوری اسلامی داشتن فخر آزادسازی خرمشهر، ببخشید فخر آزادسازی استادیوم به دست اعتدالیون رو میفروختن، این زنان پشت درهای بسته استادیوم بودن. روز بازی پرسپولیس اسد، اون دو تا چادری که می‌بینید مامورای گشت ارشادن که مامور زن آوردن واسه دخترها که میان استادیوم. همین الان هم اومدن به ما گیر دادن، رفته بودیم بالا عکس بگیریم، اومدن گیر دادن و این که نشستیم پسر رو دارن میرن داخل، ما نشستیم بیرون. اینها دیگه آمریکایی و خارج نشین و مزدور نیستن. بیا لیلی، زهرا، زهرا، زینب و زهرا و دختران پرسپولیسی هستن در داخل ایران که سالها برای گرفتن حقشون از این و اون گدایی نکردن، هر بار پا شدن رفتن جلوی استادیوم تا حقشون رو خودشون پس بگیرن. هرچی هم تا حالا زندانیشون کردید، بازداشتشون کردید، تحقیرشون کردید، کوتاه نیومدن. این زنان و دختران مثل روزا پارکس های ایرانن، نافرمانی مدنی میکنن تا حقشون رو پس بگیرن. ما اومدیم در استادیوم، حالا ببینیم ما رو راه میدن یا نه. گفتن که زنها رو از در آکادمی راه دادن و یه سری هم رفتن تو، ولی الان میبینیم که اینجا شلوغ، درا بسته است. چه خبره؟ نرفتن تو؟ اصلا نمیذارن. هیچ کس رو نذاشتن بره. چرا رفتن؟ خب چرا؟ مثل همیشه که زنان عادی از غیر عادی جدا. الان یعنی چون ما دیر رسیدیم یا که نه، زن خاصی نیستی، نه خیلی خاصی. توم تانک داشت بشه، این در باید باز بشه. توم تانک داشت بشه. زنان و دخترانی که علیه ظلم، علیه ممنوعیت‌ها می‌جنگن، فقط در یه صورت پیروز میشن، در صورتی که همه با هم باشن و وقتی قرار برن جلو ورزشگاه فقط 5 تا دختر تنها نباشن. نذاشتن بیایم تو.
سی چل تا دختر بودیم، من همه رو جمع کردم یه جا گفتم بیسیم اینا 4-5 تا مامور بعد بیشتر نیستن و نمیتونن به ما دست بزنن. اومدیم خواستن در رو اون ببندن، هول دادن در، هول دادیم اومدیم تو. چرا؟ همه زنها رفتن تو، همه بدون بلیط رفتن تو. آقا ما بریم ببینیم چرا ما رو راه نمیدن، چرا یه سریا رفتن تو ما نریم. آقایی که بدون خانوم ها میده تو به تمام منانا بیغیرته، آقایی که بدون خانوم ها میده تو بیغیرته. میخوام ببینم فرق ما که الان اینجاییم با فرق اون زنی که الان داخل استادیوم چیه؟ تکلیف ما رو روشن کنید. شما نمیدونید، شما الان جلوی ما رو گرفتید واسه چی؟ به شما بگن یعنی چی؟ یعنی هر دستوری بگیرید بعد انجام بدید. یه نفر نمیاد با ما حرف بزنه بگه آقا به این دلیل نمیشه برید. زینب جون مردی توشون وجود نداره که بخواد با ما حرف بزنه. یکی از اومدن دیگه، مامور زن آوردن، نمیدونم میتونید ببینید یا نه.